علی‌رغم بازگشت گروه سنی‌های تندروی تروریستی داعش و احتمال هدف قرار دادن مراکز مربوط به شیعیان در سوریه، این کشور شاهد احیای شعائر امام حسین علیه السلام در ایام محرم و عاشورای حسینی با حضور پرشور شیعیان این کشور بود. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. شیعیان سوریه در چندین شهر این کشور با برگزاری مجالس عزاداری به مناسبت ایام محرم و عاشورای حسینی نسبت به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت ابراز ارادت و وفاداری نمودند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، حضور چشمگیر و گسترده شیعیان سوریه در این مجالس که در 10 روز دوم ماه محرم الحرام ادامه داشت، بیانگر تداوم انقلاب حسینی و شعائر حضرت سیدالشهدا علیه السلام در روح محبان اهل بیت و بی‌توجهی آنان نسبت به تهدیدهای تروریستی است. عزاداران شیعه با احیای شعائر حسینی که در تقابل با اندیشه‌های انحرافی و باطل توطئه‌گران و دشمنان اهل بیت علیه السلام است، بر موضع خود در برابر تلاش‌های تروریست برای بازگشت به کشورشان و ایستادگی در برابر آنها تأکید کردند. در ایام محرم شهرهای دمشق، حلب، هتله و سایر مناطق سوریه در مراسم بزرگداشت شعائر امام حسین علیه السلام به صورت گسترده شرکت نمودند. شیعیان سوریه با تجلیل از شعائر حسینی و روشن نگاه داشتن نور امید در جان خود در انتظار مرگ امویان زمان که در روزگار امروز در گروه سنی‌های تندرو و تروریستی داعش تبلور یافته است می باشند. گفتنی است که حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و حرم مطهر حضرت رقیه علیها السلام در دمشق پذیرای عزادارانی است که از مناطق مختلف همچنین سوریه، ایران و سایر کشورها به منظور زیارت و عرض تسلیت و گرامی داشت ایام محرم به این سرزمین آمدند.